وزیر دفاع آمریکا در دیدار با وزیر دفاع فرانسه میگوید که ایالات متحده در تلاش به دست آوردن توافقنامه است که امنیت کشورهایی را که در آن دخیل هستند و نیز یک مسیر روشن را برای مردم افغانستان تضمین کند. او میگوید که آمریکا هر توافقی را نخواهد پذیرفت. ما اکنون در مذاکرات هستیم. ظاهراً این مذاکرات به پایان نزدیک هستند. اما مهمترین مسئله این است. ما باور داریم که راه بیرون رفتن از 18 سال بحران یک توافقنامه سیاسی است. ما امیدواریم که آن را به دست آوریم. اما باید ببینیم که به کجا می رسد. پیش از این وزیر دفاع بریتانیا که میزبان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بود بر دور ساختن تهدیدهای برخواسته از هراس افکنی در برابر همپیمانانش تاکید می‌ورزد. آینده افغانستان هر گونه که به نظر برسد باید اطمینان یابیم که امنیت ایالات متحده و بریتانیا به خطر نمی‌افتد و یاد داشته باشیم که نخست چرا به آنجا رفتیم. از سوی دیگر وزیر خارجه افغانستان از بهر شرکت در یک نشست سه جانبه با چین و پاکستان به اسلام آباد رفته است. روند صلح افغانستان موضوع اساسی در این نشست است. موردی که بسیار مهم است اعتماد سازی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان هست. طبیعتاً روی مورد کار میشه. چینایی‌ها روی مورد کار کردن، البته ضمانت‌های اجرایی هم برای این مسئله باید از یک طرف داده شود. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه سرگرم رایزنی با طالبان است. خلیلزاد چه پوست و چه افغان حکومت په دې برخه کې مرسته نکوي نو هغه بیرته قطر ته ولاړ. تمه کیږي چې په قطر کې به دا ځل طالبان او امریکا د تړون هغه نهایي مراحل طی کړي او ډیره تمه ده چې دا ځل به دغه یو منتج پړاو یا منتج مذاکرات وي. زلمه خلیلزاد پس از چهار بار دیدار با رئیس جمهور غنی به دوحه رفته است. منابع میگویند که احتمال دارد او در این دور سفرش به دوحه توافق با طالبان را امضا کند.